ما نمیتونیم مثلا اون نظرهایی که اون زمانی که داشتن رو مقایسه کنیم به امروز که وضع البته فرق میکنه. ولی یه نکته‌ای که آقای پروفسور اتابکی هم گفته، دو تا نکته‌ای که می‌خواستم روش یکم اضافه کنم، یکی اینه، یکی که این متفکران و روشنفکران اون زمان غرب رو میشناختن. حالا شما کلمه بیگانگان هم که حالا استفاده میکنیم، من میخوام بگم که اینا با غرب کار میکردن، یاد میگرفتن، یه طوری یه ریشه‌ای داشتن، یه فهمیده، یعنی از روشنفکری غرب یه جوری رابطه داشتن، رابطه عمیق، هم ریشه داشتن تو جامعه خودشون، ولی هم با این روشنفکری غرب یه رابطه خوبی داشتن. به یه نکته خیلی مهمی برای من که مثلا اگر نگاه بکنیم به مثلا یه کسی مثل مرحوم فروغی یا تقی‌زاده، اینه که تاریخ میشناختن، یعنی تاریخ میخوندن و میشناختن و ایدئولوژیک نبود. اگر میخوایم نگاه کنیم به فرق کنیم به امروز، الان متاسفانه اگر کسی بیاد تاریخ بخونه، تاریخ ایران حالا منظورمه، ولی تاریخ جهان هم میشه، ولی تاریخ ایران، اصولا از یه دیدگاه ایدئولوژیک یا سیاسی نگاه میکنن و این متاسفانه به نظر من کار خراب میکنه. یعنی ما نمیتونیم بدون مثلا یه بی‌طرفه نگاه کنیم به مسئله ایران و چطوری اینو مثلا کار درست کنیم. این نکتهایی که آقای پروفسور اتابکی هم گفته به نظر من خیلی مهمه از این لحاظ که اینایی که از اون زمان اومدن بیرون، از اون قرن 19 میلادی، هم ریشه عمیقی داشتن تو جامعه ایران ولی وابسته به این نبودن به اون صورت، یعنی یه جوری باز بودن به ایده های مختلف و حاضر بودن با غربی ها هم مثلا یه رابطه بگیم مثبتی داشته باشن. نه که همه حرفای غربی ها رو قبول کنن، اینم نیست، ولی یاد بگیرن از یه چیزایی که برای غرب هم کار کرد، اونا هم بتونن یاد بگیرن و ببرن ایران. اگر نگاه کنیم تو این طول قرن 19 هم یه ریشه خیلی عمیقی داریم که برسیم به انقلاب مشروطه، ولی مهمترین فرقی بین اون زمان و الان، من همش این کلمه رو استفاده میکنم، میگم که اون زمان ما بیوروکرات داشتیم، الان متاسفانه ما تکنوکرات داریم و این فرقش اینه که بیوروکرات ها از یه لحاظ هم تاریخ میفهمیدن، علوم سیاسی، قانون، این چیزها رو درس میخوندن واقعا. الان متاسفانه اگر مثلا من نگاه کنم از لحاظ دانشگاه خودم، تو دانشگاه سنت اندروز یا حتما دانشگاه دیگه هم ببینیم، تعداد ایرانیایی که میخوان بیان تاریخ بخونن متاسفانه کمه، خیلی کمه، اصلا بگیم کم اصلا وجود نداره. این شب به نظر من یه اشکال خیلی بزرگیه.